میدونستی تو فیلم ارباب برقا جایی که گاندولف سرش به سقف خونه بیلبو برخورد میکنه از روی قصد این کار رو انجام نداده، اما بعد از برخوردش خیلی طبیعی به بازیش ادامه میده. پیتر جکسون این سکانس رو جالب دونست، تصمیم گرفت تو فیلم هم از اون استفاده کنه. میدونستید پیتر جکسون کارگردان این فیلم تو هر سه فیلم حضور داشته؟ پیتر جکسون تو هر سه فیلم نقش کوچیکی رو داشته، همینطور بچه هاش هم تو هر سه فیلم نقش ایفا کردن. میدونستید سازه های مینیاتوری ساخته شده برای ارباب القا هم بسیار عظیم بودن؟ ساخت و فیلم برداری، عکس برداری و سازه های ماننده میناس تریس، هرمز دیپ و غیره چیزی حدود 988 روز زمان برد که از بودجه زمانی پیشبینی شده برای کل سگانه بیشتر بود. میدونستید هنگامی که اندی سرکیس برای نقش گالوم از مدیر برنامهش تماس دریافت کرد، قرار شد به مدت 3 هفته تو نیوزلند صدا پیشگی کنه. قرار بود این شخصیت تماما توسط جلوه‌های رایانه‌ای خلق بشه. با این حال بعد از تست دادن سرکیس، پیتر جکسون اونقدر تحت تاثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت از تکنولوژی اجرایی استفاده کنه تا خود سرکیس هم سر صحنه ایفای نقش داشته باشه. سرکیس با الهام از معتادان به هروئین بازی کرد، صدا پیشگی هم از گربه‌هایی که گلوله‌های مو را تف می‌کردن الهام گرفته شده. سرکیس قبل از نقش آفرینی یه معجون گالوم که مخلوطی از عسل، لیمو و زنجبیل بود میخورد تا گلوش برای صدا پیشگی آماده بشه.